خب الان خیلی زوده که ما بخوایم که ببینیم که چه اتفاقی افتاده، من یعنی چقدر این موشک ها خسارت زدن، چقدر تلفات جانی به بار آوردن. من نگاه میکردم صحنه رو از الجزیره و همونطور که محمد هم اشاره کرد تعداد زیادی از این موشک ها میدونیم که به زمین میخوردن به جای اینکه رهگیری بشن و در هوا منفجر بشن. حالا آیا اینها به هدفهای حساسی خوردن یا نه هنوز معلوم نیست. الجزیره من دیدم که از یکی از فرماندهان حزب الله نقل کرد که 3 پایگاه هوایی هدف اصابت این موشک ها بودند و تعداد زیادی نظامی اسرائیلی آسیب دیدند. حالا این اصابت گفته بود، اصابت میتونه کشته شدن باشه، میتونه زخمی شدن باشه. به هر حال الان زوده، ما بخوایم ببینیم که روی زمین چه اتفاقی افتاده و شاید روزی که فرا بزره ساعت در ساعت آینده این فضا مشخص‌تر بشه. الان ما فقط میتونیم مقدار زیادی به این بپردازیم که چه خواهد شد و چه خواهد شد. چرا این دوست دور؟ پس به ما بگو شد. به ما بگو چه خواهد شد مرداد جان. ببینید این به نظر میرسه که این تصمیم که ایران گرفت برای حمله اگر که از حسابگری به دور باشه ولی قابل درکه، از این جهت قابل درکه که به هر حال نمیتونستند که خاموش بشینن و کاری نکنن. از سوی حزب الله لبنان نیرویی که ایران 40 سال زیر چتر خودش گرفته و برای ایران خیلی کار کرده، بازوی ایران بوده و ایران نمیتونه رابطه یک جانبه داشته باشه و اونجایی که حالا حزب الله نیاز داره به اینکه ایران بیاد وارد بشه وارد نشه. اگر که ایران میخواست که هیچ دست روی دست بگذاره، هیچ کاری نکنه، خب این براش از جهتی هم بی‌اعتباری به بار می آورد، دیگه از این پس کسی روی ایران حساب نمی کرد، هم پیمانان خودش رو دل سخت می کرد، چه بسا از دست می داد. مایه سرشکستگی و تحقیر بود که این همه صدمات رو خورده، این همه هم پیمانانش لطمه خوردن بدون اینکه اقدامی انجام بده. ولی خب از سوی دیگه می دونیم که دست دادن به این اقدام هم بازی با آتشه در شرایطی که معلومه وضعیت نظامی ایران و اسرائیل نابرابره. اسرائیل اگر همین ساعت دیگه پاسخ بده و یک جای حساسی را ایران بزنه خیلی وضعیت خطرناکی خواهد بود، چه بسا به سوی جنگ بخوایم پیش بریم که دیگه خب خدا رحم کنه. در صورت در نتیجه یک در ایران در این ساعات گذشته در یک وضعیت در این روزهای گذشته در یک وضعیت سرگشته بود که به نظر میرسه به یک جمع‌بندی رسیدن در خصوص اینکه حمله بکنند. یک فاکتوری هم که اینجا نمیشه از نظر دور داشت با اینکه شواهدی دربارش نیست، مسئله نقش روسیه است. هم در خصوص اینکه این جنگ این همه ادامه پیدا کرد و ایران در زمان مناسب تری نرفت و از در سیاسی کمک نکرد به اینکه حل بکنه این جنگ رو و خودش رو کمتر از این آلوده این جنگ غزه بکنه و کمتر هزینه بده، هم خودش و هم حزب الله. یکی از علاوه بر اینکه خب میشه گذاشت پای تحلیل غلط و نابخردی از سوی تصمیم گیران، ولی شاید روسیه هم در این میان دخیل بوده، هم در ادامه جنگ و رسیدن به وضعیت کنونی، هم در اینکه ایران بخواد دست به پاسخ و حمله به اسرائیل بزنه. من گفتم شواهدی در این زمینه نداریم، این فقط گمانه است، ولی نمیشه این فاکتور رو از نظر دور داشت. مرسی مرداد جان. میریم به سمت خانم شکریا برادوست. خیلی خوشحالم که به برنامه اومدی شکریا. خواهش میکنم که نظرتو بگو تا الان اتفاقی که افتاده در این چند ساعته چه دیدی و چه خواهد شد؟ سلام و درود خدمت شما و مهمانانتون و تبریک میگم برنامه‌تون رو. مرسی عزیز. فقط انتظار شرکت کردن در این برنامه برای ما که امنیت رو تحلیل میکنیم همین جنگ خواهد بود، پس نمیگم انشالله کاشی فرصتی دیگه در این برنامه بودیم. نه ببین دنیا اینجوری نمیمونه، همش که جنگ نیست، جنگ تموم میشه شما میای اینجا میشینیم حرف میزنیم. الان خب ما افتادیم تو این شرایط، ما هم این کار نیستیم، ولی چون دیگه افتادیم تو این شرایط اینجوری دیگه هممون دیگه باید یه جوری خودمون رو ادابت کنیم با سیچویشن الان با موقعیت. بفهمید ببینید چیزی که الان جمهوری اسلامی انجام داده به قمار بزرگیه. تفاوتش با ماه آپریلی که انجام داد، خب دلیل حمله آپریل این بود که گفتند خب ساختمون کنسولگری ایران رو زده اسرائیل و این یه دفاع شرعیه که ایران این تجاوز به زدن خاک ایران طبق قانونهای دیپلماتیک، پس باید از خودش دفاع کنه و باید این حمله رو جواب بده. برای همینم حمایت اسرائیل در جامعه جهانی کمتر هم بود. اگه الان رو نگاه کنید، الان به خاطر حزب الله و هنیه و حسن نصرالله داره به اسرائیل حمله میکنه، نه به خاطر
ایرانه و اینجا یکی از تفاوت‌های اساسیه که باعث میشه اسرائیل بتونه از نظر حقوقی، یک کشوری اومده به اسرائیل حمله کرده و اعلام جنگ مستقیم کرده، جنگی که جمهوری اسلامی خب غیر مستقیم انجام میداده، جنگ در سایه رو، استفاده از گروه شبه نظامی برای اینکه مسئولیت کمتری رو قبول کنه، الان جنگی که مستقیم شروع کرده، چون که با آپریل این فرق اساسیشه. ولی حالا نتایج این حمله‌ای که تمام قدرت، حالا دیگه موشک بالستیکه، مثلا قبل نمیگیم پهباد، قبلا ساعت‌ها قبل خبر داده بودن چون که می‌خواست تنش رو کم نگه داره، یا پهباد قبل این که برسه خب مطمئنن منهدم خواهد شد، موشکایی که استفاده کرده بود موشکای الان نبوده، بالستیک نبودن، یا موشکای با قدرت آخرین تکنولوژی موشکی جمهوری اسلامی نبود. پس این تمام قدرت جمهوری اسلامیه با در نظر گرفتن این. حالا ببینیم این تمام قدرتی که استفاده کرده چه خسارتی رو به اسرائیل وارد کرده. من اینجا چون که آقای فرمند هم درست گفتن نمیتونیم دقیقاً بگیم خب خسارت ها چه بوده، بعد منتظر گزارش ها و ارزیابی ها باشیم، ولی چیزی که منو به این شک میندازه که احتمال داره برخورد کرده باشه به پایگاه های نظامی، وقتی که سخنگوی IDF میاد میگه ما حمله میکنیم جواب میدیم، یعنی اینکه اسرائیل مثل دفعه قبلی که موفق نبود حمله جمهوری اسلامی موشکاش، ممکن این دفعه یک موفقیت به دست آورده باشه که اسرائیل سریعاً اعلام کرد که حمله میکنیم، یعنی منتظر نمون که ارزیابی انجام بشه یا خبراتی رو ما دقیقا بشنویم. و اینو دقیق نمیگم، اینو میگم احتمال داره، یعنی ما تو تحلیل میگیم خب احتمالات، هایپوتزیس، حالا ببینیم ثابت خواهد شد یا نه، این رو باید منتظر مون. و اگر این حمله جمهوری اسلامی با تمام قدرتی که استفاده کرده نتونسته باشه کاری انجام داده باشه، اینجا دوباره همون سناریوی بعد از اپریل رو خواهیم داشت که نمیتونه بازدارندگی علیه اسرائیل انجام بده. و اینجا در جامعه عربی و چه طرفداران جمهوری اسلامی که امروز خوشحالن، یه عده محدودشون که خب میدونیم اون اعتراضات و اختلافاتی که مخصوصا در جامعه لبنان به وجود اومده بود، چه بین سنی ها و شیعه ها، چه بین شیعه های طرفدار ایران، که به خاطر سکوت جمهوری اسلامی در مقابل حملاتی که اسرائیل انجام داده بود علیه حزب الله به جز کشتن حسن نصرالله. ولی نکته مهمی که اینجا وجود داره به نظر من اینه که من دقت میکردم بدونم حزب اللهی که خب انتظار داشتیم که واقعا قدرتش کم شده باشه، مثلا که حمله زمینی اسرائیل زمانی شروع شد که این احتمالات بالا گرفت، این حزب الله چه عکس العملی رو در حین حمله موشکی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ اگر حزب الله قبل از کشتن حسن نصرالله و قبل از این ضعیف شدنش بود، باید احتمال اینو میدادیم که حملات شدید از طرف لبنان به طرف اسرائیل باشه، و اینو چون که ندیدیم، یعنی نشون میده اون نظریه که داشتیم گفتیم حزب الله خیلی ضعیف شده، این درست بود امشب.